با درود، شما بیننده یا شنونده پادکست ترو کرایم فارسی هستید. مد نظر داشته باشید که این قسمت مناسب سنین زیر 16 سال نیست. خواهش میکنم که با لایک و سابسکرایب از همون در جهت رشد کانال حمایت کنید. با سپاس. هلوهوش سال 1993 است. ما هم الان تو اسپانیا هستیم. حدود 10 سالی که یه قاتل سریالی که دچار نیکروفلی یا همون مرده‌گرایی هست تو خیابونای مادرید پرسه میزنه و پلیس هم هنوز شناساییش نکرده. اما آیا قاتل ما حرفه‌ایه؟ یا روش خاصی برای پاک کردن رد پای خودش داره؟ شاید هم دلیل وجود داره که به ذهنتون هم نمیرسه. اونم اینه که پلیس خیلی سعی نمی‌کرده جلوی قتل‌ها رو بگیره. تازه بعد از اینکه این شخص به نام فرانسیسکو گارسیا اسکالرو، گدای 39 ساله که خودش رو داوطلبانه بدون تحت فشار قرار گرفتن برای قتل و اقدام به قتل به پلیس معرفی می‌کنه، تازه اون موقع پلیس می‌تونه دستگیرش کنه. این داستان وحشتناکی از یه قاتل سریالی با انحرافات جنسی در جنوب اروپا. فرانسیسکو گارسیا اسکالرو که تو این قسمت ما فقط فرانسیسکو صداش میکنیم، با پای شکسته میره به یه بیمارستانی. اون بیمارستان در حومه شهر مادرید بود. بیمارستان شلوغ و تختاش هم مثل همیشه پر بود. از قیافه فرانسیسکو مشخص بود که زندگی خیلی سختی داره. بی‌ثباتی اخلاقی و شخصیتیش کاملا از چهرهش مشخص بود. اون تو خیابون زندگی میکرد. تیک عصبی چشماش نمیذاش روی چهرهش متمرکز بشی. یکی از پرستارا ازش پرسید چه اتفاقی برات افتاده؟ فرانسیسکو توی چشماش نگاه میکنه و میگه دیگه نمیخواستم آدم بکشم. میخواستم با این کار خودم رو بکشم. تمومش کنم. ولی متاسفانه فقط پام شکست. پرستار اول احساس میکنه اشتباه شنیده. ولی با تکرار کلمات از طرف فرانسیسکو با وحشت چشاش روی فرانسیسکو متمرکز میشه، اما فوری خودشو جمع جور میکنه و جوری که انگار حرف فرانسیسکو رو جدی نگرفته بهش میگه باید استراحت کنید و سعی میکنه با آرامش اتاقو ترک کنه. ولی اونا سریعا با پلیس تماس میگیرن و همچنین به مرکز روان درمانی که چند روز پیش فرانسیسکو ازش فرار کرده بود زنگ میزنن و میخوان یه پزشک خودشو به بیمارستان برسونه. پلیسا فرانسیسکو رو به یکی از معروفترین زندان‌های مادرید به نام کاروانچل منتقل کردن. این زندان اون موقع یکی از بزرگترین زندان‌های اروپا بود. ولی این زندان دیگه خیلی وقت به کار خودش ادامه نمیده و تبدیل شده به یه بنای تاریخی از زمان سلطه دیکتاتوری اسپانیا که مخالفان رژیم اونجا زندانی و شکنجه می‌شدن. هنوز ابهتش میتونه بیننده رو سر جای خودش میخکوب کنه. راهروها و سلولها اتفاقات وحشتناکی که اینجا افتاده رو میتونن جلوی چشم بیننده بیارن. چند روز بعد دوتا از مامورایی با تجربه پلیس فرانسیسکو رو توی مریضخونه زندان بازجویی میکنن. توی این جلسه دکتر روانپزشک فرانسیسکو هم حضور داشت. بعد از 4 ساعت طولانی با چهره ای حیرت زده از اتاق خارج میشن. اونا چیزایی که شنیده بودن و باور نمی کردن، چون فرانسیسکو به 10 قتل و 1 اقدام به قتل اعتراف کرده بود. اون گفته بود که این قتلها رو در طی 10 سال انجام داده و بخش وحشتناک جریان این بود که اون اعتراف کرد به سکس با جسدهایی که از قبرستون مدینا نبشه خب کرده بود. یک بار چند سال پیش فرانسیسکو به یک مرکز روان درمانی ارجاع شده بود. به خاطر اینکه توی قبرستونی در حال خودارضایی جلوی 3 جسدی که نبشه قبر شده بودند دیده شد. اون تو تاریکی شب 3 تا قبر رو باز میکنه و جسدها رو میاره بیرون. به خاطر پوسیدگی و بوی غیر قابل تحمل جسدها نمیتونسته بهشون تجاوز کنه. پس جلوشون باید میسته و شروع به خودارضایی میکنه. نگهبانای قبرستون صدای عجیبی میشنون و اونو در تاریکی شب در حالی که تو حال خودش نبود پیدا میکنن.
فرانسیسکو 20 می 1950 در زمان دیکتاتوری فرانکو به دنیا میاد. در حالی که اسپانیا مثل بقیه کشورهای اروپایی با فقر دست و پنجه نرم می‌کرده. در واقع این شرایط پس لرزه‌های جنگ جهانی دوم بوده که سراسر اروپا رو به چهره‌ای جنگ زده و غمگین بدل کرده بود. فرانسیسکو توی منطقه فقیرنشین به دنیا اومده بود و بزرگ شد. اون برخلاف برادر بزرگترش از بچگی بسیار خجالتی و گوشه‌گیر بود. تو سن 14 سالگی فرانسیسکو که خشم نسبت به پدر مادر و جامعه اطرافش تو وجودش قدرت گرفته بود، تمام جسارتش رو جمع میکنه و از خونه فرار میکنه. اون تصمیم میگیره که تو خیابون زندگی کنه. در حالی که هیچ دوره آموزشی ندیده بود، به دزدی روی میاره. تو سن 14 سالگی هیچ چیزی برای از دست دادن نداشت. عضو یه گروه خلافکار کوچیکی شده بود که سرتاسر شهر پخش میشدن. در حالی که هنوز سن کمی داشت و زیاد جلب توجه نمی کرد، از پنجره‌ها و درهای خونه‌ها بالا می رفت و زنهای متأهل و در حال سکس با همسراشون دید می زد و شروع به خودارضایی می کرد. تو همین زمان بود که قبرستون مدینا به شکل یه پناهگاه براش در اومده بود. تو سن 16 سالگی به خاطر رفتار خلاف عرف و خشونت به مرکز روان درمانی ارجاع پیدا می کنه. و 3 سال بعد هم به خاطر دزدی یک موتور به دارالتعدیب فرستاده شد. ولی بعد از آزادیش دزدی‌های کوچیکش به غارت و خشونت بی حد و مرز کشیده شد. در حالی که هرچی سنش بیشتر می شد خشونتش هم زیادتر می شد. قدرت جوانی دست به احساس انتقام از انسانها داده بود و طوفانی از خشم درونش رو فرا گرفته بود. فرانسیسکو یه روز با چند تا از دوستاش تصمیم غارت از جایی رو داشتن، اما نقشه‌شون طبق برنامه پیش نرفت و عوضش به خانومی تجاوز کردن و همسرش هم مجبور کردن که همزمان شاهد صحنه تجاوز به زنش باشه. البته که کارشون بی جواب نموند و به زودی شناسایی و دستگیر شدن. به فرانسیسکو یه حکم زندان طولانی مدت دادن که البته 10 سال بیشتر تو زندان نموند، چون تو زندان میتونستن با کار کردن از زمان دوران حبسشون کم کنند. یکی از خالکوبی‌های محبوبش رو هم تو همین زندان انجام داد. خالکوبی یه سنگ قبر بود که با رنگ آبی تاتو شده بود. زیرش نوشته بود: به دنیا اومدم که رنج بکشم. تو زندان با کسی درگیر نمیشد. دوباره حس گوشیگیریش به سراغش اومده بود تا ازش آدم نرمالتری بسازه و بتونه از زندان زودتر آزادش کنه، در حالی که در دنیای بیرون از زندان هم کسی انتظارش رو نمی‌کشید. تنها تفریحش تو زندان این بود که جسد پرنده‌ها و حشرات رو تو سلولش جمع می‌کرد. کلکسیون کوچیکی که انگار تنها علاقه اون در زندگیش بود. بالاخره فرانسیسکو 31 ساله سال 1985 از زندان آزاد میشه و پیش والدینش برمیگرده. اما انگار روحش هنوز در اسارت بود، چرا که شبها پر از کابوسهای شبونه بود و با فریاد از خواب میپرید. پدر مادرش هم نمیتونستن با این قضیه کنار بیان. البته که تو همون سال هم پدرش میمیره. بعد از مردن پدرش اون دوباره برمیگرده به خیابون و اونجا زندگی میکنه. زندگیش دوباره شده بود گدایی کردن و اکثرا برای این کار هم به کلیسایی به نام نوستا سنیورا دی فاتیما در شمال شرقی شهر مادرید میره. و این در حالی بود که مصرف الکلش بیش از حد شده بود. تو همین روزا بود که اون تو سری صداهایی رو میشنید. این صداها اصلا دوستانه نبودن و بیشتر میخواستن اونو به کاری وادار کنن. انگار بهش دستور میدادم. اولین قربانیش یه گدا بود به نام ماریو گونزالس، 43 ساله. توی یه روز گرم تابستونی در آگوست 1987 فرانسیسکو همراه با ماریو تمام روز رو کنار کلیسا الکل میخوردن. فرانسیسکو ماریو رو به طرف قبرستون المودینا میکشونه. کنار یه دیواری میشینن. تو سایه دیوار وقتی که ماریو مست از الکل چشاشو میبنده تا چرتی بزنه، فرانسیسکو بدون هیچ تعلل و تردیدی یه تیکه سنگ برمیداره میزنه تو سر ماریو. با ضربه دوم عقب میکشه و ماریو رو بیهوش با سر سرخ شده از خون نگاه میکنه. بعد از چند دقیقه مرحله دوم نقشش رو اجرا میکنه. با کلی روزنامه و چوب آتیش روشن میکنه و جسد ماریو رو اونجا به آتیش میکشونه.
چند ماه بعد توی نوامبر یه قربانی جدید پیدا میکنه به نام ماری. فرانسیسکو ازش میخواد که بیاد داخل یه وانت اسقاطی و اونجا بدون هیچ دلیلی 5 بار با چاقو بهش ضربه میزنه. و بعد اینکه سرش رو از تنش جدا کرد، این جسد رو هم مثل جسد قبلی میسوزونه. سر بریده شده رو میذاره توی ساکیو و همراه خودش میبره و تو مرکز خرید پرسه میزنه، تا اینکه بعد چند روز اونو نزدیکی یه کلیسا توی چای میندازه، که البته اینجا جایی بود که محل مخفی کردن قربانیاش بود. فرانسیسکو الان 36 سالشه. در حالی که هر روز توی مرداب زندگی خودش فرو میرفت، اکثر قربانیهاش در اثر انفجارهای خشم درونیش بودن و اون صداهایی که بهش میگفتن دقیقاً چی کار کنه. با اینکه جسدها پیدا میشدن، اما واقعیت این بود که دادخواهی نداشتن و خانواده‌ای پیگیر اونا نمیشد. شاید اینم دلیلی بود که پلیسا هم علاقه به پیدا کردن قاتلشون نداشتند. برای شما گفته بودم که تتوی رو دستش داشت، با مفهوم اینکه به دنیا اومدم تا زجر بکشم، ولی در واقع اون باعث زجر دیگرون میشد. اون خودش مفهوم زجر شده بود و برای هر کسی که سر راهش قرار میگرفت. مارچ 1988 دوباره فرانسیسکو دست به کار میشه. این دفعه قربانیش یه مرد 50 ساله است به نام خوان، مردی که هر از چندگاهی با هم گدایی میرفتن. توی یه موقعیت مناسب با یه سنگ 30 کیلویی سرش رو متلاشی میکنه. بعدش 50 بار چاقو تو شکمش فرو میکنه. جالب اینه که اینجور قتل‌ها تو تعریف پلیس‌ها و روانشناس‌ها قتل‌هایی از روی نفرته که معمولاً روی افراد خاصی از آشنایان توسط قاتل انجام میشه و معمولاً هم قاتل مقتول رو میشناسه و از روی نفرت این کار رو انجام میده. ولی فرانسیسکو هیچ آشنایی عمیق یا طولانی مدتی با قربانیش نداشت. تو همون سال فرانسیسکو با یه گدای 45 ساله دیگه‌ای به نام انخل ولدیگو والیخو کنار کلیسا گدایی می‌کنه. با این شخص هم دقیقا همون کار انجام میده، ولی این دفعه خواست سر قربانیش رو جدا کنه اما موفق نشد و به جاش انگشتاش رو برید. 2 ماه بعد با یه گدای دیگه آشنا میشه به نام خولیو، ولی سر این مرد بیچاره بلای دیگه ای میاره. قبل از آتیش زدن جسد مقتول، آلت تناسلیش رو میبره و داخل دهنش میذاره. خولیو در اثر شدت سوختگی میمیره. نحوه قتل ها هر دفعه خشن و خشنتر می شدن و جسد ها هر دفعه با خشونت بیشتری سلاخی می شدن. قربانی ها یا سرشون شکسته یا چند صد دفعه بهشون چاقو زده می شد. اون گلوشون رو می بریده و یا حتی شکمشون رو پاره می کرده و اعضای داخلی بدنشون رو در می آورده و می خورده. قبر ها رو می شکنده و جسد ها رو می کشونده بیرون. تو اسپانیا رسمی که جسد ها رو توی تاخچه ها توی دیوار قبر می کنن. بعد از اینکه جسدا رو می آورده بیرون، یا بهشون تجاوز می‌کرده و یا در مقابل جسدای پوسیده‌تر که امکان تجاوز کردن نداشتن شروع به خودارضایی می‌کرده. خیلی از اهالی اون محل ترسیده بودن که اجساد اقوام و آشناهاشون قربانی یه گروه شیطان پرست شده باشن و خیلی هم می‌ترسیدن که به سر قبرهای مرده‌هاشون برن. ولی هیچ کس نمی‌دونست این کارا همه کار یک نفره، آدمی که به بیماری نیکروفیلی مبتلاست. نیکروفیلی یه نوع بیماری روانیه و به طور خلاصه تحریک جنسیه که شخصی در مقابل اجساد بهش دست میده. فرانسیسکو بین سال 1989 تا سال 1991 قتلی انجام نداد. شاید تحت درمان بوده، چون بعضی اوقات به عنوان مریض به مرکز روان درمانی مراجعه میکرد. ولی قتل‌ها بعد پاییز 1991 پشت سر هم دوباره شروع شدن. قتل ها با شخصی به نام خوان که دوباره بی خانمان اون دایل خم بود شروع شد و بعد اون یه بی خانمان دیگهی به نام لورنس بارباس مارکو و تو سال بعدش گدای دیگهی به نام ماریانو که مرگ خیلی دردناکی رو تجربه کرد. اون 8 قربانی فرانسیسکو بود. انگار کسی دیگه نمیتونست جلوی اونو بگیره. طعم قتل و طعم مرگ همه وجودش رو گرفته بود.
جولای 1993 یه اتفاق غیرقابل پیشبینی براش افتاد. فرانسیسکو با همدستی گدای دیگه‌ای به نام بلونده به زنی به نام ارنستا که 45 سالش بود حمله میکنن. اون زن بی خانمان و مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی بود. اونا فکر میکردن به خاطر بیماریش میتونه سوژه آسونی باشه برای کشتن. بعدش اونو به زور به یه ساختمان نیمه کاره کنار قبرستون میبرن. اونجا بهش تجاوز میکنن و مورد ضرب و شتم قرارش میدن. اما زنه مقاومت میکنه تا جایی که مجبور میشن چاقو تو صورتش فرو کنن و با سنگ تو سرش بزنن. در آخر با این خیال که ارنستا مرده، خسته از درگیری، اونو اونجا رها میکنن و میرن. ولی در کمال ناباوری ارنستا جون سالم به در میبره و به پلیس شکایت میکنه. اما متاسفانه پلیس نمیتونه مجرم رو پیدا کنه و فرانسیسکو تونست بدون هیچ مزاحمتی به کار خودش ادامه بده. چند هفته بعدش هم همدست خودش بلونده رو میکشه. فرانسیسکو تو همین حین حال همزمان با قتل‌های بی‌رحمانه‌اش به درمانگاه روانی مراجعه میکنه. اون به دکترش میگه یه چیزی تو سرم همش میگه تو باید آدم بکشی و به همین خاطر دکترها اونو تو بخش ویژه‌ای تحت مراقبت قرار میدن. اما اون اونجا هم بیکار نمیشینه. اونجا هم با آخرین قربانیش ویکتور آشنا میشه. اونجا ویکتور رو راضی میکنه که از درمانگاه روانی فرار کنه و میکشونتش به همون قبرستونی که 7 سال پیش اولین قتلش رو انجام داد و دوباره مثل بقیه قربانیاش سر ویکتور رو متلاشی میکنه و جسدش رو میسوزونه. پرونده مقتولایی که به فرانسیسکو مرتبط بودن همچنان در کشوی پرونده‌های حل نشده پلیس بودن. شاید باور نکنید، اما بعد از 10 قتل پلیسا بالاخره به جنب جوش میافتن. چون این دهمین قتل مربوط به یک بیخانمان نبود و خانواده ویکتور اونو پیش پلیس به عنوان گم شده گزارش داده بودن. جسد ویکتور کنار کلیسا بدون سر و سوخته پیدا میشه. در واقع همه اجساد همیشه در همین حوالی پیدا میشدن، توی فاصله حدوداً 100 متر اینور یا اونورتر. اما پلیسا کار خاصی انجام نمیدادن. تازه بعد از اینکه فرانسیسکو با پای شکسته رفت بیمارستان و اونجا اعتراف کرد که این قتل رو انجام داده، اونجا فهمیدن که فرانسیسکو گارسیا اسکالیرو یکی از بی‌رحم‌ترین قاتل‌های سریالی اسپانیاست. اعترافش رو دقیقاً روز 22 دسامبر 1993 انجام داد. تو این اعترافا داشت از قتل ویکتور تعریف می‌کرد. میگفت توی قبرستون که بودم نیروی منو برای قتل هدایت می‌کرد. بدون فکر کردن سنگی رو برداشتم و محکم به سر ویکتور زدم و با کلی روزنامه که آغشته به بنزینم بود جسدش رو سوزوندم. بعدش رفتم توی یک ماشین اسقاطی که اکثرا محل خوابم بود، اونجا خوابیدم. اون شب همه چیز تو مغز من بدتر از همیشه بود. دیگه حتی تحمل در مقابل کارهای خودم از دست داده بودم و میخواستم خودکشی کنم. ولی فرداش با پای شکسته به بیمارستان اومدم. فرانسیسکو تو اعترافاتش گفت الان دیگه هیچ احساسی ندارم، انگار از درون مردم. فرانسیسکو قربانیای خودشو به روش‌های مختلفی می‌کشته. بعضی اوقات اعضای بدنشون رو می‌بریده، بعضی اوقات هم شکمشون رو پاره می‌کرده. بعدش هم تمام رد پاهاشو از بین می‌برده. بنا به اعترافات فرانسیسکو، پلیسا معتقدن که احتمالاً اون بیشتر از 10 نفر آدم کشته. ولی مدرکی در مورد این ادعاها یا اعترافات وجود نداره. وقتی که دادگاه 1996 تو مادرید اجرا میشه، به فرانسیسکو اتهام 10 قتل، 1 اقدام به قتل و 1 تجاوز زده میشه. بهانش برای این قتل ها رو فقط استفاده بیش از حد الکل و مواد مخدر میدونست و هیچ مشکل شخصی با قربانی ها نداشت. اون میگفت من هیچ وقت نمیتونم درک کنم که چرا این کار کردم. هیچ وقت. همونطور که گفتم اون به 4 قتل دیگه هم اعتراف کرد، ولی در موردش مدارکی وجود نداشت. توی این 4 قتل زنی وجود داشته به نام ماریای 31 ساله که شغلش روسپیگری بود. ماریا این کار را برای خرج بچه‌هاش انجام می‌داده، ولی به مواد مخدر هم معتاد بود. جسد تجزیه شده و بدون سر ماریا توی مشمعی رول شده در آگوست 1987 کنار هتلی پیدا میشه. تو تحقیقات مشخص شده بود که ماریا مقدار هنگفتی از پول به یه باند مواد مخدر بدهکار بوده و ماریا به دست باند مافیایی کشته شده. ولی فرانسیسکو ادعا میکرد اون بود که اون زنه رو کشت و سرش رو برید. اون یه شب یه ماشین دزدید و این زنه رو سوار کرد و تلاش کرده بود که باهاش سکس داشته باشه و از اونجایی که ماریا علاقه به سکس با اونو نداشت، اونو کشت و سرش رو از تنش جدا کرد و جسدش هم کنار ایستگاه قطار رها کرد. ولی تحقیقات نشون میده این زن با یکی از مشتریاش قرار ملاقات داشته
و چون جسد اون کنار یه هتل پیدا شده، دادستان قانع نشد که فرانسیسکو اونو کشته. توی دادگاه تنها زنده مونده از این کشته‌ها انستا بود که با صورتی زخمی و پر از رد چاقو شهادت داد. انستا با پدر 70 سالش به دادگاه اومده بود و در حال شهادت گریه میکرد و پر از ترس و وحشت بود. انستا سعی میکرد زیاد نگاهش به فرانسیسکو نیفته. انگار با نگاه کردن به اون خاطره وحشتناک اون شب دوباره تو ذهنش پدیدار میشد. روانپزشکا تشخیص دادن که فرانسیسکو مشکل روانی اسکیزوفرنی شدید داره که به خاطر استفاده طولانی مدت از الکل و مواد مخدر شدیدتر هم شده. اون روزانه حدوداً 5 لیتر شراب می‌خورد و یکی از قوی‌ترین داروهای آرامبخش به نام روهیبنول که تو خیابونا به عنوان مواد مخدر می‌فروختن رو روزانه استفاده می‌کرد. نهایتاً در 1 مارس 1996 به خاطر تشخیص روانپزشکا مجرم شناخته نشد، بلکه به عنوان یه بیمار که نیاز به درمان داره به زندانی به نام کلنت در شهر آلیکانتا فرستاده شد تا در بخش ویژه مخصوص بیماران روانی تحت مراقبت و درمان قرار بگیره. بعد از چند سال ظاهراً به خاطر داروهایی که تو زندان بهش میدادن حال بهتری پیدا کرده بود. تو زندان یه آدم فوق‌العاده سرطلب و مهربون و با رفتار دوستانه بود که خیلی خوب با پرستارای زندان کنار می اومد. ولی فرانسیسکو هیچ وقت قتلایی که انجام داده بود و فراموش نکرده بود. چند سال بعد فرانسیسکو با یه خبرنگاری از شبکه آنتنا ترس مصاحبه ای انجام داد. توی مصاحبه صحنه‌های قتل رو توصیف کرده بود. مثلا در مورد قتلاش گفته بود: کشتم؟ خب میدونی کشتن یک آدم خیلی هم راحت نیست. خیلی از اونا راحت نمیمردن. باید بیشتر تلاش میکردم. برای گرفتن جون یک آدم باید باش جنگی و همه خیلی راحت این جنگو واگذار نمیکنن. و اما فرانسیسکو گارسیا اسکالیرو 19 آگوست 2014 تو سن 60 سالگی تو زندان فونکلت بعد از خوردن دسر آلو جونشو از دست داد. توی کالبوچه کافی اون مشخص نشد مرگش در اثر خفگی بود یا حمله قلبی.